خانم فریبا داودی، ما از گروه پرشن اوارز یا جوایز فارسی هستیم و داریم به شکلی پل میشیم بین همه هنرمندای ایرانی که در سر تا سر دنیا پراکنده و پخش شدن، همه اونها که هنری دارن، حالا اگه نوازندن، اگه خواننده هستن، اگه به ادیب و نویسنده هستن، فیلمساز هستن و بسیاری از رشته های دیگه. این کار رو، این حرکت بزرگ و عظیم رو پرشن اوارز یا جوایز پارسی به راه انداخته. فکر میکنید که اثرش در جامعه هنری ما چقدر میتونه بالا باشه؟ بسیار کار زیباییه. همون همبستگی که خدمتون گفتن دوست دارم همه با هم باشن. الان شما میفرمایین که این کارو دارین انجام میدین. خب موسیقی تمام، اصلا زبان موسیقی یکیه، میدونین، موسیقی همدلیه دیگه و خیلی با ارزشه و امیدوارم که حتما موفق میشیم. میدونم به خصوص با انرژی که شما دارین و عزیزای دیگه که در کنارتون هستن حتما موفق خواهید شد و حتما از پیشکسوتامونم میارین، حتما یک بودی و تعصب قطعا نداریم که ژانر کاری مختلفی باشه و خیلی خیلی من خیلی خوشحالم که قابل بودم و تو این فضای شما دعوت شدم. منم واقعا متشکرم، من خیلی زیبا اینو دیدم. خواهش میکنم. به هر حال هر هنرمندی دلش میخواد یه صحنه داشته باشه، یه عرصه داشته باشه برای عرضه هنرش، اگه نوازنده است، اگه خواننده است، به هر شکلی هر هنرمندی دوست داره که هنرش رو یه جایی نشون بده، چون هنر رو برای خونه خودش و پستوی خونش و دل خودش فقط نمیخواد. و پرشن اوارز داره این حرکت رو انجام میده، داره کمک میکنه افرادی که به شکلی هنر رو دارن در هر سالی یه کار تازه‌ای رو ایجاد کردن و اون رو عرضه کردن، بتونن در رقابت بزرگی که بین این هنرمندای مختلف ایرانی در سر تا سر دنیا هستش این رقابت رو ایجاد کنه. و فکر میکنید این رقابت چقدر میتونه به کیفیت کار اونها کمک کنه؟ رقابت اگر خوب سازنده و زیبا باشه خب خیلی خیلی کمک میکنه دیگه، تو هر چیزیه. خب اصولا رقابت درست میبره کارو جلو و من فکر میکنم که نتیجه بسیار مثبتی داره. حالا ما خودم اجرایی که مثلا داشتیم با گروه کنسانتر گروه، خواننده یه خوانندهشون سیاه‌پوستی بودن که از کنیا آمده بودن و با سازش یه سازی بود با روی کدو حلوایی ساز ساخته بودن و موسیقی ما با موسیقی اونا کیا توسیان به قدر اینو زیبا تنظیم کرده بود، مثلا یه صدای عجیب غریبی بود، من فارسی میخوندم مثلا نمیفهمیدم ولی اون دستگاه ماهور بود، منم ماهور میخوندم، از ماهور رفتیم دشتی، مثلا یه حال عجیب غریب و شنوندهام رو فقط ایرانی نبود. تأثیری که استاد کلهر در موسیقی جهانی گذاشته، کمانچه رو در دنیا آورده معرفی کرده، خیلی زیباست. اینم الان شما دارین بین هنرمندای خودمون انجام میدین، ولی خب هر کدوم از این عزیزا میفرمایین توی کشور هستن دارن به شما کمک میکنن. یک سال و نیم پیش اجرایی داشتیم با گروه وی، نوازنده از اتریش، سوئد، همه اومدن قطعات ایرانی رو میزدن. آقای هومن خلفبری سرپرست گروهمون بودن، ما در تیرگان اینو اجرا کردیم، یه تاثیر بسیار خوبی گذاشت. میدونی همبستگی بود دیگه، گروه وی یعنی ما. و الانم شما این کارو به یه شکل دیگه دارین انجام میدین با هنرمندای ایرانی در اقصانقاط جهان که درد کشیدن، شرایط سختی بودن، محجور واقع شدن و دست مریضا، واقعا دست مریضا. خواهش میکنم. در واقع اینو من خدمتتون بگم که ما هر دو روی سکه رو نگاه میکنیم، چرا که برای این رقابت ها هم از رأی مردمی داریم استفاده میکنیم و هم آکادمی رو داریم که اون آکادمی هم نظر خاص خودش رو میده. این جهت این دو گروه با همدیگه جمع میشن تا ما بتونیم
توی این رقابت ها یک رقابت سلامت و یک رقابت درست و رقابتی که هیچ کس خدایی نکرده اون شانسش رو از دست نده و اون فردی که واقعا شایسته ترین هست انتخاب بشه. فکر میکنید اگر که شما به عنوان گروه آکادمی ما باشید، هیئت ژوری ما باشید، چه پارامترها، چه فاکتورهایی رو برای انتخاب یک هنرمند در نظر میگیرید؟ من اگه قابل باشم کلی باید یاد بگیرم که خودم بخوام یاد بدم. به یه هنرمند فقط داشتن صدا یا زدن سازش یا نوشتنش نیست، یعنی یه مقدار اون بعد مردمی بودنش، این ارائه دادنش، مهرورزیش، همه اینها مجموعه است که یه آرتیست که میاد رو صحنه، از لباس پوشیدنش، از ایستادن رو صحنه، نشستن، ساز زدن، همه اینها در مردم تأثیر میذاره دیگه. میدونید اینه که یک فاکتوریه که مجموعه است باید. نظر همه چی، آراستگی، رو صحنه وایستادن، با مردم ارتباط گرفتن، بیان احساسات، رد و بدل اون انرژیه، همه اینها فاکتوره دیگه، حس خوب و بعدم دیگه توانایی در کار دیگه. درسته. بسیار خوب، ممنونم از اینکه پاسخ پرسش‌های منو دادی. بازم سپاسگزارم از شما. و من هم از طرف پرژن وارد سپاسگزارم.